سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو یه نقد و بررسی و معرفی دیگه. بوس به دماغ تک تکتون واقعا که اینقدر این روزا دارید کانال یوتیوب منو حمایت میکنید، چه با کامنتاتون، چه با ویوهاتون، چه با لایکاتون. دمتونم گرم. خیلی دوست دارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبل حمایت کنید. میدونم این کارو میکنید، خیلی عشقید. امروز رفتیم سراغ یکی از ترسناک‌ترین فرانچایز هایی که در تاریخ دنیای بازی ویدیویی ساخته شده، بازی اوتلاست. بازی اوتلاست رو دیگه همتون میشناسید. من هم نسخه یکش هم نسخه دوش رو استریم کردم. خیلی بازی ترسناکیه و به جرأتتون میگم توی استریمش خیلی اذیت شدم. واقعا بازی فوق‌العاده ای علاوه ترسناک بودن. یکی کسی که میخواد شروع کنه بازی ترسناک بازی کنه، به نظر من اول باید بره نسخه 1 و 2 اوتلاست رو حتما بازی کنه. امروز خواهیم راجع به نسخه 3 این بازی صحبت کنیم که یک تیزری چند وقت پیش منتشر شد، تیزری از گیم پلی این بازی که خیلی نکته‌های جالبی داره که بعضیاشو دوست دارم بعضیاشو نه، و امروز خواهم راجع به این نکته‌های این تیزر من باتون صحبت بکنم و بهتون بگم که ما قراره چه اوتلاستی رو در سال 2022 تجربه بکنیم. اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین، همین زیر ویدیو کادر قرمز زنگ بزن روش، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکن، او زنگوله بغلش هم بزن و در اینستاگرام پیج رسان داد شو رو فالو بکن و همین الان ویدیو رو لایک کن. دمتونم گرم. بدون وقفه بریم نقد و بررسی تیزر بازی اوتلاست 3 رو با هم ببینیم. بوس به دماغتون، بریم توی ویدیو. بازی اوتلاست 3، البته خودشون توی اون تیزرش ننوشتن اوتلاست 3، ولی خب ما بالاخره به عنوان نسخه سوم این بازی میشناسیم. تیزر خیلی تیزر طولانی نیست، حدود 1.5 دقیقه الی 2 دقیقه است، ولی خیلی نکته توی این بازیه و خیلی چیزها رو از بازی به ما میگه. یعنی قشنگ کل بازی رو ما میگه، یعنی ما قراره چی رو تجربه بکنیم. یه طورایی بازی رو هم اسپویل کردین. به نظر من انقدر دیگه شما بازی رو لو بدی داخل یه تیزر به نظر من اشتباهه. امیدوارم اون یه سری پیش بینی‌هایی که من از این بازی کردم اشتباه در بیاد، چون به نظر من این نسخه شاید یکی از نسخه های ضعیف این بازی بشه. بازی دیگه رو به افته. این من به نظرم 1 واقعا ترسناک بود، 2 ترسناک بود، 3 رو بعید میدونم به ترسناکی 1 و 2 برسه. این نظر من. حالا نکته هایی که من داخل ویدیو بهتون میگم خودتون کامل متوجه میشید. این بازی همونطور که بهتون گفتم قرار در سال 2022 ریلیز بشه. چیزی که گفتن، حالا چیزی که اعلام کردن، فعلا گفتن که قراره این بازی فقط برای کامپیوتر ریلیز بشه. هنوز اعلام نکردن که برای کنسول های نسل 9 که 100% اگه بخواد ریلیز بشه برای نسل 9، ولی نسل 8 رو که هنوز هیچ اعلام نکردن. ما نمیدونیم قرار واسه PS4 و Xbox One قرار ریلیز بشه این بازی، ولی در صورت روی کامپیوتر که عید شده و قرار این بازی در سال 2022 یعنی امسال ریلیز بشه، برای ما که میشه سال 1401 فکر کنم. البته امیدوارم که تاخیر نخوره. خب یک نکته خیلی جالب به نظر، اولین نکته ای که هر کس این تیزر رو نگاه میکنه بهش دقت میکنه این که دیگه خبری از دوربین هندیکم دیگه نیست. ما داخل نسخه 1 و 2 یک دوربین هندیکمی میبینیم. همیشه شما این باتریشو عوض میکنی و خب یه معضلی بود تو بازی و همین یه مقداری ترسناک میکرد بازی رو، ترسناک‌تر میکرد بازی رو. ما خود من تجربه این بازی رو که دارم توی نسخه 1 و 2، یه سری جاها بود که دیگه باتری نداشتم و نمیتونستم باتری دوربین رو شارژ بکنم و خیلی جاها رو سخت رد میکردم. کجا من متوجه شدم، یعنی شما اینو همینطوری از کاور کار بفهمید که پشت سر منه، یعنی شما نگاه کنید که کاراکترهای بازی به جای دوربین هندیکم یه سری عینک دید در شب گذاشتن که خیلی منو یاد بازی اسپلینتر سل میندازه. امیدوارم این عینکای دید در شب بیچاره نباشه، یعنی توی نباشه شما همیشه روشن بمونه، هیچ استرس نداشته باشی. امیدوارم بازم مثل دوربین هندیکم شارژ تموم کنه، چون اگه شارژ تمام نکنه خیلی بده، واقعا خیلی بده به نظر من که شما یک عینکی روی چشت باشه و همیشه بتونی روشنش بذاری. این مقداری از بازی رو کمتر ترسناک میکنه به نظر من. نکته بعدی که داخل تیزر من متوجه شدم شباهتیه که شرکت سازنده یعنی رد بارلز میخواسته با نسخه 1 بذاره. یعنی خب شما توی نسخه 1 این بازی کجا میرید؟ یک تیمارستانیه به نام، حالا یادم نیست اسم تیمارستان چیه، توی بخش کامنت ها بنویسید. تیمارستانی که تمام اتفاق اونجا میفته، یک خبر، یعنی ما در
نقش یک خبرنگاری هستیم که میخوایم بریم یک سری حقایق رو اونجا فاش کنیم. و خب دیگه وقتی میخوای حقایق فاش کنی، اون دوربین معنی پیدا میکنه. شما یک خبرنگاری، بالاخره دوربین هندیکم داری، میخوای فیلم برداری کنی، مدرک جمع کنی. خیلی داستان قوی داره نسخه یک. توی نسخه سه بازم اون تیزری که حالا با یک گرامافون شروع میشه و من نمیگم که اونا پزشکن، نمیدونم، بالاخره لباس پزشکی پوشیدن و دارن یک سری حالا شکنجه های روی اون کاراکتر انجام میدن که در ادامه بهتون میگم که دارن چی کار میکنن. این رو یه مقداری داره یه کدی به گیمر میده که شما قراره یه مقداری بازی شبیه نسخه یک باشه، یعنی چون نسخه دو که میدونی کاملا با نسخه یک فرق داشت، ولی خب توی نسخه یک بازم شما داخل یک تیمارستان بودی که خیلی لباس پزشکی پوشیده بودن. نکته بعدی راجع به همین میخوام بهتون بگم، شما اول بازی نگاه میکنید که خب دارن یک شکنجه روی کاراکتری انجام میدن که خب یک دریلی رو ور میداره، یک کله رو سوراخ میکنه و احساس میکنم که این عینک، این عینک دید در شبی که الان شما اینجا شما دارید میبینید که پشت سر من وصل به کاراکترها، دریل نشون میده که این عینک وصله بهت، یعنی اینو تو نیست که بتونی در بیاری عینک رو، عینک وصل شده رو، حالا حتما این ور اون ور کله رو سوراخ کردن، عینک رو وصل کردن، چون دقیقا یه سکانس نشون میده که داره از نگاه FPS یعنی اون فرست پرسن داره نشون میده که یه دفعه این عینک روشن میشه و شما دارید اون نمیدونم حالا پزشکن چیان، شما دارید اونا رو میبینید، پس این نشون میده که این عینک رو خود اونا وصل کردن به تو. دلیلش نمیدونم چیه، توی بازی ما متوجه میشیم که چرا عینک دید در شب وصل میکنن، نمیدونم، امیدوارم یک دلیل خیلی قانع کننده برای ما گیمرها داشته باشه، چون اگه نداشته باشه واقعا مسخره است که بخوان برای شکنجه عینک دید در شب وصل بکنن، اصلا من قانع نمیشم، باید یک دلیل قانع کننده حتما بیاد. نکته بعدی راجع به گرافیک بازی، گرافیک بازی خوبه، خیلی تاپ نیست، البته خب اومدن مثل خیلی از بازی‌های دیگه مثل بازی ایت تکس تو اومدن از موتور گرافیک آنریل انجین استفاده کردن، گرافیک بازی خوبه، بالاخره در حد نمیتونم بگم دیگه تاپ ترین گرافیک که الان یه گیم میتونه داشته باشه بازی آوتلاست 3 داره، ولی خب گرافیک در یه حد معقولی هست، البته خب اینم خیلی طبیعیه چون رد برلز حتما دیگه ترسناک کردن بازی تمرکز کرده، نه روی گرافیک بازی، که این یک معضلیه برای باقی بازی هاست که میان یه بازی رو خیلی تمرکز میکنن روی گرافیک بازی. همین اتفاقی که مثلا واسه بازی سایبرپانک افتاد، انقدری که مثلا بازی رو بزرگ جلوه دادید اللحاظ گرافیک، این اتفاق افتاد. اگه مثلا نمیمادن انقدر سایبرپانک رو بولد کنن شاید انقدر بد جلوه داده نمیشد، ولی خب به نظر من خیلی حالا خود استودیو و خیلی توی تیزرم اشاره نکرده به گرافیک بازی، اصلا مشخصه، ولی در صورت گرافیک نسل نهمی خوبیه که خیلی قابل به احترام، اینطوری من بهتون بگم بافتا خوبن، نورپردازی خوبه و بالاخره شما یک فضای تاریکی احتمالاً تو 90% بازی شما یک فضای تاریک داری، خیلی خوبه، گرافیکش خوبه. نکته بعدی که هست، خب من یه جا بهتون گفتم که خب این بازی خیلی دوست داره شبیه نسخه یک بشه، یعنی اون تیمارستان کذایی، و خب منم تا یه جایی از تیزر که نگاه میکردم فکر میکردم که بازم قراره داخل یک حالا یا بیمارستان یا یک تیمارستان قراره یک سری اتفاقا بیفته، تا اینکه یک جای یک سکانس رو نشون داد که نوشته فکتوری یعنی کارخانه، پس فهمیدم که نه، بیشتر بازی قراره توی کارخونه اتفاق بیفته. داخل چه کارخونه‌ای؟ کارخونه عروسک سازی یا مانکن سازی نمیدونم، ولی در هر صورت تو یکی از همین دو تا، یعنی یا کارخونه عروسک سازی یا مانکن سازی، چیزی که مشخصه 90% بازی توی اون کارخونه اتفاق میفته، مثل نسخه 1 و 2، یعنی دقیقاً اون سنت رو رعایت کرد. توی نسخه 1 تمام بازی توی تیمارستان بود، توی نسخه 2 تمام بازی توی جزیره و توی جنگلی، توی نسخه 3 هم به احتمالاً تمام بازی توی کارخونه است. یه چیزی که خب منو واقعاً یه مقداری خوشحال کرد راجع به این بازی، حضور یک کاراکتر خیلی ترسناکه، یک زن تقریبا چاقه که نگاش میکنی یه مقداری هم ربط داره به اون کارخونه مانکن سازی، چه مقداری از حالا سر و صورتش نشونه‌هایی از اون عروسک ها دیده میشه، خیلی ترسناکه، همین که صورتش نه لبخندی داره نه اخمی داره، فقط یک چهره خونسا داره به تو نگاه میکنه، خودش خیلی ترسناکه و به نظر من
شاید این نکته مثبت این بازی باشه، حضور این کاراکتر ترسان که شما همیشه بترسی از اینکه یه دفعه پیداش بشه خفتت بکنه توی گوشه‌ای، ولی خب به نظر من یه نکته مثبتیه حضور این کاراکتر. نکته بعدی که راجع به تیزر میخوام بهتون بگم، البته نمیدونم نکته مثبت نکته منفی نمیدونم دیگه، قضاوتش میذارم با خود. انمی‌های مختلفی داره این بازی. یکی از انمی‌ها توی یک از سکانس‌های بازی دیدم که یک انمی حالا ایستاده، کاراکتر بازی داره ولی آروم اکنون رد میشه. حالت ایستادن اون انمی، حالت رد شدن از کنار اون انمی، منو خیلی یاد بازی لست آف آس حالا یک یا دو و انمی هایی که اسمشون کلیکرز بود توی بازی. نباید بهتون نزدیک میشد، اگه نزدیک میشدن خیلی بد میشد، اصلا قابل کشتن نبود و فقط با نایف میتونستی اونا رو بکشی، یعنی با دست و پا میزدی حتما تو رو میکشت. همین یه کپی رو ما از لست آف آس ببینیم، چون خود بازی اوتلاست یک بازی که خیلی ها کپی کردن ازش، یعنی به نظر من یک منبعیه که اگه یه شرکتی بخواد یک بازی ترسناک بسازه میتونه به این منبع مراجعه بکنه، نگاه بکنه ببینه بازی اوتلاست چیکار کرده، حالا نه کپی ولی ایده بگیره از اوتلاست. ولی اینکه خود اوتلاست بیاد کپی بکنه دیگه واقعا به نظر من چیز جالبی نیست و 100% این نوع انمی یک کپی از بازی لست آف آس نظر منه. با اینکه بهتون میگم من خودم فرانچایز اوتلاست رو خیلی دوست دارم، ولی خب بالاخره وقتی داری بازی نقد میکنی باید همه جوانبش بگی. خب همونطور که بهتون گفتم، خب این بازی خیلی، یعنی این تیزر و این کاور خب خیلی اسپول کرده این بازی رو و خب یک اشتباهی بود به نظرم از طرف شرکت رد بلز، خیلی اصلا احتیاج نبود انقدر اسپویل بکنه بازی رو. این کاور کاری که پشت سر منه دو تا نکته رو من میگه. اول اینکه خب شما داخل بازی تنها نیستی، یعنی کنار شما یک سری کاراکترها هست و خب حالا رفیقی داری، دوستی داری، تو یکی دو تا از سکانس های بازی هم مشخصه و خب این به نظر من اگه همه بازی اینطوری باشه یه مقدار ترسناک بودن بازی کم میکنه. همیشه اوتلاس اینکه شما یک کاراکتر تک و تنها هستی توی یک جای خیلی ترسناک و خب همیشه ترس از تنها بودن داشتی توی این بازی. و چیزی که هست، خب این بازی مود مولتی پلیئر داره. توی کاور کار مشخصه که چند نفر حالا همزمان دارن ایستادن و احتمالاً داره مولتی پلیئر بودن این بازی نشون میده. امیدوارم گند نزنه توی بخش مولتی پلیئر توی این نسخه، امیدوارم نشه مثل بازی مثلا کال اف دیوتی زامبی و چیز این مدلی نشه، واقعا همون اوتلاست باشه ولی حالا مثل خیلی از بازی‌های دیگه ترسناک مولتی پلیئرن. امیدوارم اوتلاست هم مثل اونا باشه که من واقعا این امیدو دارم که اوتلاس مود مولتی پلیئرش واقعا خوبه، یعنی توی بخش چند نفرش. این نکته رو گذاشتم نکته آخری چون به نظر من بدترین نقطه ضعف این بازی اینکه شما داخل این بازی میتونید با انمی ها فایت کنید و این خیلی بده واسه فرانچایز اوتلاست. شما در اوتلاست 1 و 2 یکی از نکته هایی که خیلی بازی رو ترسناک میکرد این بود که شما نمیتونستی فایت بکنی، صرفا باید فقط فرار میکردی، قایم میشدی و فرار میکردی. ولی داخل بازی اوتلاست 3 یه سری سکانس ها من دیدم از این بازی، اینکه مین میذاری یه چیزی پرت میکنی سمت انمی ها، انمی ها آتیش میگیرن. اینکه شما میتونید با انمی ها فایت کنید یه مقداری از اون سنت اوتلاست دور میشه و امیدوارم این تو همه جای بازی نباشه، تو یکی دوتا از جای بازی باشه. اگه اینطور باشه واقعا امتیاز این بازی خیلی بد بود. اینو من بهتون قول میدم طبق تجربه‌ای که من از گیم دارم و تجربه‌ای که از امتیاز دادن گیمران نسبت به بازی دارم، من میدونم که اگه این بازی همچین پیش بینی که من کردم باشه خیلی امتیاز پایینی میگیره. ولی خب در کل این نکته هایی بود که من از تیزر اوتلاست گرفتم. خیلی تیزر تابلویی، خیلی تیزر اسپول کرده، مشخصه بازی چیه، اینکه شما یک کاراکتری هستی در یک کارخانه و دارن روی شما یک سری آزمایش انجام میدن، به شما عینک دید در شب وصل میکنن، برده خودشون بکنن، ولی خب شما از اونجا فرار میکنی، چند نفر دیگر هم پیدا میکنی که فرار کردن و شما قراره از اون کارخونه فرار بکنی. کل داستان این بازی همینه که بهتون گفتم. نباید واقعا استودیو رد بارلز اینقدر اسپویل میکرد. وقتی اسپویل میکنی انتظار نباید داشته باشی که یک گیمری که داره بازی نقد و بررسی میکنه بیاد اسپویل بکنه و بگه. خب دوستان امیدوارم از این نقد و بررسی خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید دوباره از این مدل نقد و بررسی براتون ثبت کنم، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید و همین الان برید
پیج اینستاگرامم به اسم رسان دادشو رو فالو بک. بعد دوست دارم که کامنت ها زیر 200 تا که نباشه، حالا اگه بالای 200 تا که رفت که دمتونم گرم، ولی کامنت گذاشتن برای کانال من خیلی خوبه، به خصوص واسه ما یوتیوبرای ایرانی واقعا تنها راه نجاتمون همین کامنت گذاشتن شماست. دمتونم گرم، تا ویدیوی بعد، نقد و بررسی بعد، بازی بعد، بوس به دماغ تک تکتون، خدا نگهدار.